سرخط خبرها. مدودف: پاسخ مسکو به حمله به کریمه سریع، سخت و کوبنده خواهد بود. اعلام آماده باش هوایی در سراسر اوکراین، آماده شدن روسیه برای نبرد. مبادله بزرگ اسرای جنگی میان اوکراین و روسیه. و چین: ورود بالون هوایی به آسمان آمریکا حادثه غیرقابل اجتناب بود. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. مدودف: پاسخ مسکو به حمله به کریمه سریع، سخت و کوبنده خواهد بود. دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه، با هشدار به کیف تاکید کرد که حملات اوکراین به شبه جزیره کریمه یا هر منطقه دیگر در خاک روسیه با پاسخ سخت و بسیار سهمگین مسکو مواجه خواهد شد. مدودف در این باره گفت: پاسخ ما میتواند از هر نوعی باشد و رئیس جمهور روسیه این موضوع را کاملا آشکارا بیان کرده است. وی در ادامه توضیح داد که روسیه برای خود هیچ محدودیتی قائل نشده و بسته به ماهیت تهدیدها میتواند از همه نوع تسلیحات مطابق با اصول دکترین روسیه از جمله اصول بنیادی بازدارندگی هسته‌ای استفاده کند. وی افزود: به شما اطمینان میدهم که پاسخ ما سریع، سخت و کوبنده خواهد بود. اعلام آماده باش هوایی در سراسر اوکراین، آماده شدن روسیه برای نبرد. خبرنگار الجزیره گزارش داد ارتش اوکراین از وضعیت آماده باش هوایی در سراسر این کشور خبر داد. ارتش اوکراین در حالی این هشدار را داده است که موج جدید حملات روسیه چندین شهر و مناطق اوکراین را هدف گرفت. همچنین ارتش اوکراین از عملیات گسترده و قریب الوقوع روسیه طی روزهای آتی خبر داد و اعلام کرد روسیه به دنبال انجام عملیات گسترده در زاپروژیا در اولین سال روز جنگ طی ماه جاری میلادی است. مبادله بزرگ اسرای جنگی میان اوکراین و روسیه. وزارت دفاع روسیه از بازگشت 63 اسیر روسیه‌ای از جمله چند عنصر در مناسب حساس پس از مذاکرات پیچیده با وساطت امارات خبر داد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که شماری از سربازان روسی که با اوکراین مبادله شده اند شامل افرادی با مناسب حساس هستند. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که این مبادله زندانیان با وساطت امارات متحده عربی انجام شد. این بیانیه تاکید کرده است که در پی مذاکرات پیچیده 63 سرباز نیروی مسلح روسیه از مناطق تحت کنترل حکومت اوکراین آزاد شدند و همگی هم اکنون در خاک روسیه هستند. همزمان شبکه الجزیره به نقل از منابعی در ارتش اوکراین هم اعلام کرد: ما مبادله بزرگی انجام دادیم که به موجب آن 116 سرباز اوکراینی مبادله شدند. چین: ورود بالون هوایی به آسمان آمریکا حادثه ای غیر قابل اجتناب بود. وزارت امور خارجه چین با بیان اینکه پرواز یک بالون هوایی چینی بر فراز ایالات متحده یک حادثه غیر قابل اجتناب بوده، سیاستمداران و رسانه‌های آمریکایی را به سوء استفاده از این وضعیت برای بی‌اعتبار کردن پکن متهم کرد. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه چین امروز شنبه در بیانیه اعلام کرد: چین همواره قوانین بین‌المللی را به طور کامل رعایت کرده و به حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورها احترام گذاشته است. وزارت خارجه چین افزود: پکن و واشنگتن درباره دیدار بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده از چین اطلاعیه‌ای صادر نکرده بودند و اطلاعیه‌های صادر شده از سوی آمریکا به خودشان مربوط می‌شود و ما به آنها احترام می‌گذاریم. وزارت خارجه چین همچنین در اطلاعیه دیگری از گفتگوی وانگ یی، رئیس کمیسیون مرکزی امور خارجه چین، با بلینکن برای حل مسالمت آمیز و حرفه‌ای این حادثه خبر داده است. وانگ در گفتگو با بلینکن خواستار اجتناب آمریکا از قضاوت زود هنگام درباره بالون هوایی چین شده بود. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه به وقت محلی اعلام کرده بود بلینکن در پی مشاهده بالون چین بر فراز آمریکا سفر برنامه‌ریزی شده ی هفته آینده خود را به پکن لغو کرده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، بلینکن به مقام کشور چین اعلام کرده است که حضور این بالون بر فراز حریم هوایی ایالات متحده اقدامی غیرمسئولانه و نقض آشکار حاکمیت این کشور است. وزیر خارجه آمریکا در این گفتگو تاکید کرده است که ایالات متحده به تعامل دیپلماتیک و حفظ خطوط ارتباطی با چین متعهد بوده و با فراهم شدن شرایط آماده سفر به پکن خواهد بود. در همین حال برخی رسانه‌های بین‌المللی به نقل از بلینکن گزارش دادند که او هدف چین از بالون شناسایی شده بر فراز حریم هوایی شمال ایالات متحده را جاسوسی بیان کرد و گفت: مطمئن هستیم که هدف چین از ارسال این بالون جاسوسی است و با متحدان و شرکای خود در این زمینه گفتگو کردیم. بلینکن تصریح کرده است: ما متعهد به تعامل دیپلماتیک با چین هستیم و قصد دارم زمانی که شرایط اجازه دهد به این کشور سفر کنم. ما کانال‌های ارتباطی با چین را باز نگه می‌داریم، از جمله برای رسیدگی
به حادثه‌ای که اکنون شاهد آن هستیم. پیش از این کارین جان پیر، سخنگوی کاخ سفید، در مورد به تعویق افتادن سفر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، که قرار بود 5 و 6 فوریه صورت گیرد، گفت: بایدن با این تصمیم موافق است و همه ما معتقدیم که در حال حاضر سفر به چین مناسب نیست. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز پنجشنبه به وقت محلی اعلام کرد که پرواز یک بالون نظارتی چین را بر فراز ایالات متحده شناسایی کرده است. چین روز جمعه اعلام کرد بالونی که بر فراز آمریکا پرواز می‌کند غیر نظامی است و برای اهداف هواشناسی و علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. روز جمعه نیز اعلام شد که یک بالون دیگر چینی بر فراز آمریکای لاتین مشاهده شده است. کارشناسان معتقدند چین در کنار ترغیب آمریکا به احترام گذاشتن به تعهداتی که بایدن وعده داده است، امکان سرگیری روابط سالم، با ثبات و مذاکره مثبت که منجر به پیشگیری از تقابل نظامی می شود را دنبال می کند. با این حال، از آنجا که به نظر نمی رسد هیچ یک از طرفین حاضر به سازش در مورد موضوعات مورد مناقشه باشند، کارشناسان هشدار می دهند که روابط پکن و واشنگتن همچنان پرتنش خواهد بود و رقابت در سال جاری میلادی 2023 تشدید خواهد شد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.